در بیکران دارم خدمت همه شما و سروران وزیر دفاع چین وارد ایران شد در هفته گذشته اول بسیار مهمه دیدار کرد با دردار باغری و بعدش دیدار کرد با نخست وزیر ایران ابراهیم رئیسی این دیدار حاوی نکات بسیار مهمه اولا این خیلی مهمه وزیر دفاع چین داره به آقای ابراهیم رئیسی احترام میذاره به این شکل و اینجوری هم نشسته و حرف های ابراهیم رئیسی رو داره گوش میکنه این دیدار نکات بسیاری درونش نهفته است اتفاقات بزرگی داره رخ میده و اجده ها در کنار شیر دارن یک اتحاد بزرگی رو شکل میدن البته در این کنار خرس روسی هم داره میاد خب چین و روسیه نگاه های چپ دارن چپ معابانه داشتن البته روسیه فعلی که میدونی پوتین بیشتر تمایلات به روسیه تزاری داره تا شوروی مارکسیستی چین مارکسیستی هم در حقیقت با اون مارکسیست دوران ما او فاصله گرفته مدل کمونیستی که در چین داره عملی میشه یک مدل کمونیست ملیست جالبه من کمونیست ملی میشه بله فرهنگ کمونیستی که در چارچوب منافع ملی به خدمت گرفته شده در چین یعنی با ماهیت اون نگاه های کلاسیک مارکسیستی دوران شوروی و ماو ما در حقیقت فاصله گرفته برای همین موفقیت های عدیده ای رو داره به دست میاره ایران هم از اون نگاه تند اسلامی ابتدای انقلابیش نمیخوام بگم فاصله گرفته تکمیلش کرده و در این نگاه که اولا سیغل خورده یک نگاه منطقی شیعه گرایی داره به همراه یک نگاه عمیق و پروژه جریان ملی گرایی که در کنار این قضیه اومدن عجین شدن یعنی میخوام میگم تغییر ماهیت رو باعث شده که ما در آستانه که امپراتوری بزرگ باشیم خب گلوبال تایمز اومده یک گزارش بسیار جالب از حضور وزیر دفاع چین در ایران داشته من رفتم سایت گلوبال تایمز رو در براتون میتونید برید اینا خودتونم سرچ کنید در بیارید کامل بخونید و با انتشار تصویر نخست وزیر ایران در کنار وزیر دفاع چین اومده و گزارش جالبی رو نوشته من براتون این گزارش رو بخشایش رو تقریبا میخونم که ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته گلوبال تایمز که روز یک شنبه پیش این مطلب و نوشت من یک مقدار دیر رسیدم که اینا بخوایم هفته پیش یعنی دیگه من چون یک شنبه برنامه بسته شده بود میخواستیم اجرا کنیم افتاد برای این هفته میگه چین و ایران میتوانن همکاری های ضد تروریست را تقویت و امنیت و ثبات منطقه‌ای را در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و در سطح دو جانبه تقویت کنند میگه سفر وی فنگ وزیر دفاع چین به ایران بالاترین رتبه رسمی چین به این کشور واقع سفر ویفنگ من چون الان 5 ساعت و نیم برنامه دارم اجرا می سفر وزیر دفاع چین به ایران بالاترین رتبه سفر رسمی چین به این کشور واقع خاورمیانه از زمان اجرای توافقنامه همکاری جامعه 25 ساله بین چین و ایران در اوایل سال جاری است. که توافقی گسترده برای بهبود بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه بین دو کشور است. دو کشوری که هر دو با تشدید خصومت ایالات متحده روبرو هستند که همین قضیه در حقیقت باعث اتحاد بیشتر ما و چین میشه میگه هو سفیر سابق چین در ایران و کارشناس مسائل خاور میانه در زمینه نتایج این سفر گفته هم چین و هم ایران هدف هژمونیسم آمریکان من فکر میکنم این مهمترین زبان مشترک بین ما دوتا باشه یعنی بین ایران و چین راست میگه هژمونیسم آمریکا رو وقتی میخواد گسترده کنه با صدهایی به مانند روسیه چین و ایران مواجه میشه مواردی مثل کوبا و ونزوئلا هم هستن ولی اونا قابل حلن اصل داستان چین و روسیه و ایران هم و اصلی تری باز ایرانه درسته چین و روسیه دارای ابرقدرتیهای بسیار نظامی و اقتصادی هستن ولی ایرانی که داره یک ایدئولوژی دقیق تری است و این رهبر ایرانی که شجاست اگه شما میبینید روسی و چین امروز انقدر شجاع شدن در برابر بر آمریکا وایسا این شجاعت و تصدق سریع همنشینی با پادشاه ایران دریافت کردن این رسانه گلوبال تایمز میگه که هوا یعنی همون سفیر سابق چین و کارشناس مسائل میگه که کارشناس مسائل چین در حقیقت هوا در مورد اجماع اجماعی به دست آمده در مورد همکاری نظامی گفته که یعنی این سفر وزیر دفاع چین به ایران هوا سفیر سابق چین میگه به گلوبال تایمز در مصاحبه با گلوبال تایمز میگه که چنین ارتباط نظامی و همکاری دقیقی با ایران به عنوان قدرت بزرگ در منطقه خلیج فارس بی سابقه است. سفیر سابق چین در ایران میگه آقا ارتباط ما با ایران داره بی سابقه میشه. بسیار هم میگه که این آقا هوا خاطر نشان کرده که در پنجاه سال گذشته از زمان برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و ایران تماس های نظامی بین دو طرف وجود داشته و دیدارهای متقابل یا مشاهده تمرین های نظامی با همدیگر رایشترین همکاری دو جانبه بوده میگه لی وی جیان نایب رئیس انجمن چینی مطالعه خاورمیانه گفته که سفر وی که وزیر دفاع چینه که اومده در ایران میگه در زمانی انجام می شود که ایالات متحده همچنان به ایجاد تنش های منطقه مانند بحران اوکراین ادامه میدهد اما نتیجه این دیدار نشان میدهد که مداخله ایالات متحده باعث شده چین و ایران برای ارتقای بیشتر روابط و همکاری دو جانبه خود در طیف وسیعی از زمینه ها تلاش کنند در طیف وسیعی از زمینه ها یعنی فقط به محدود به مسائل نظامی نخواهد شد در اون پیمان 25 سنم که یک اتفاق بزرگ داره رخ میده میگه کیان فنگ مدیر بخش تحقیقات مؤسسه راهبردی ملی در دانشگاه تسینگ گفته که چین و ایران می توانند همکاری های ضد تروریسم همکاری های ضد را تقویت کنند و بخش امنیت و ثبات منطقه‌ای در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و در سطح دو جانبه هم فعالیت گسترده ای داشته باشند دوباره با یکی از مدیر های مؤسسه مطالعات خاورمیانه به نام جو ویلی صحبت کرده که اینم چینیه میگه که کشورهای خاورمیانه مانند ایران نیاز شدیدی به واردات تسلیحات از تسلیحات کشور، از کشور دیگر دارن کشورهای خاورمیانه مانند ایران نیاز شدیدی به واردات تسلیحات از کشورهای دیگر را و ما می توانیم همکاری عمیق در تمامی جنبه های صنعت دفاعی برای حفظ صلح و ثبات منطقی داشته باشیم اینجا من مخالفم با مدیر مؤسسه مطالعات خاورمیانه ایران درست کشورهای منطقه نیاز دارن به تسلیحات چینی حتی ولی ایران خودش بزرگترین وارد کننده خواهد شد ما تمام تسلیحاتی که نیاز داشتیم و بومی سازی کردیم یه سری چیزا هست که اونم قرار از روسیه بگیریم از چین فکر نکنم چیز خاصی نیاز داشته باشیم داشت در این حوزه بگیریم بیشتر ارتباط ما با چین در مورد حال بخشای نظامی که بحثای راهبردیه در بخشای دیگه بحثای اقتصادیه من فکر میکنم برای این آقای جوویلی یک سوء تفاهم پیش اومده ما خودمون این کاره این و خودمون اگه خواستی به چین میتونیم یک سری تسلیحات بفروشیم میگه روزنامه چاینا چاینا پست چین اومده اشاره کرده اینو داره گلوبال تایمز میگه که با اشاره به دیدار وزیر دفاع چین با سردار سلشکر باغری بزرگ خود محمد باغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیگه میگه که اون گفته این دیداری که اینا انجام دادن به دنبال این ملاقات وی فنگ که وزیر دفاع چینه طی بیانیه‌ای که وزارت دفاع چین هم منتشر کرده اظهار کردن یعنی اظهار داشتن بیانیه رسمی وزارت دفاع چینه این سفر نشان دهنده اهمیت روابط چین و ایران و حمایت متقابل قاطعانه و پیشرفت مشترک است ارتش چین مایل به حفظ ارتباط راهبردی با طرف ایرانی استفاده مناسب از سازوکار همکاری و ارتقای همکاری عملی است تا روابط نظامی را به سطح بالاتری افزایش دهد خب این اتفاقات اتفاقات بزرگیه سفر در حقیقت وزیر دفاع چین به ایران نباید کوچک شمرد به نظر من اتفاق اتفاق بزرگیه در این صد و در این لول بی سابقه بوده و کسانی که به دنبال چند حکومت در ایران بودن اونا که شوخی بودن اصلا هیچ کن این تصریح پیدا میکنه به سمت اینکه ایران معلفه های امپراتوری خودشو در حقیقت گسترده تر کنه و ما به یاری اهورامزدا با همکاری با چین و روسیه هژمون آریایی رو بار دیگر احیا خواهیم کرد و این هجمون محدود به مسئله غرب آسیا نخواهد شد این هجمون در سرتاسر سر این کره آب و خاکی با توجه به هجمون دریایی که داریم نه تنها در اقیانوس اطلس برای اولین بار به یاری مذا، تا آینده نزدیک پنج سال دیگر ما وارد آبهای اقیانوس آرامم باید بشیم اقیانوس آرامم باید جلانگاه نافهای ایران بشه آینده باشید دمتون گرم این برنامه امیدوارم مفید بوده باشه همتون رو به خدای ایران میسپارم بدرود